نرخ گاز در امریکا با سرعت بالا می رود. در کالیفرنیا خرج رانندگان به فرق از یک سال پیش برای گاز 30% بیشتر شده است. ممکن است که وضع از این هم بدتر شود. امریکا یک از بخش‌های مهم اقتصادی روسیه را هدف قرار داد. ما واردات تمام نفت و گاز را از روسیه منع می‌کنیم. این بدان معناست که نفت روسیه دیگر در بندرهای امریکا قبول نمی‌شود و مردم امریکا یک ضربه سخت دیگر به ماشین نظامی پوتین می‌زند. بعد اظهارات بایدن، بریتانیا گفت که خرید نفت روسیه را تا آخر سال بس می‌کند. اتحاد اروپا گفت که طلبات به گاز طبیعی روسیه را به اندازه از 3-2 حصه کاهش می‌دهد. با عقیده تحلیلگران، با کاهش طلبات به نفت و گاز و بالاروی نرخ، روسیه شاید در کوتاه مدت ضرر جدی نبیند، اما در نهایت قطع خرید نفت و گاز و تحریم های اقتصادی برای روسیه فلاکت بار می شود. پیشگویی تاثیر دقیق آن کمی دشوار است، چون این از نرخ گاز و نفت وابسته خواهد بود، اما کاهش چشمرس فروش نفت و گاز روسیه با اقتصاد آن به گفتگو ضربه می زند. چاره‌های دیگر از جمله افزایش خراجات این مواد نمی‌تواند تأثیری بد در اقتصاد را کم کند. تنها 8% مصرف داخلی مواد سوخت آمریکا از روسیه است. این در حالی است که اتحاد اروپا 40% گاز طبیعی و 27% نفتش را از روسیه می‌خرد. الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه، به اسوسییتد پرس درباره محدودیت‌ها گفت: به زودی عوض کردن جای نفت روسیه در بازار اروپا غیر امکان است. برای این بیش از یک سال وقت لازم است. بایدن این ممنوعیت را پس از فشار شدید از سوی دموکرات‌ها و جمهوری خواهان جاری کرد. وی به استخراج 30 میلیون بشکه نفت از ذخیره‌های استراتژیک آمریکا اجازه داد و مقامات ایالات متحده از استحصال کنندگان دیگری نفت مثل ونزوئلا و عربستان سعودی خواستند که جای روسیه را در بازارهای این کشور پر کنند. یک نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک که روز دوشنبه نشر شد، معلوم کرده است که 71% پرسیده‌های آمریکا با وجود بالاروی نرخ گاز از منع خرید نفت روسیه پشتیبانی کردند. ما پرداختیم قیمت، ما کاری درست میکنیم. منع واردات مواد سوخت از روسیه و ادامه جنگ در اوکراین نرخ نفت را در بازارهای جهانی بالا برد. روز سه‌شنبه قیمت یک بشکه نفت خام از 132 دلار بالا رفت.